سلام اجازه سلام کنم اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم رفتم گوش دارم ببینم چیه من ایمان هستم میزبانه برنامه در کنار من کارون و فرهاد نشستن سلام سلام امروز متاسفانه فرزاد نداریم فرزاد رفته عشق اینجا چی میگن اه. مرخصی چ... نه چی میگن تعطیلات طولانی لانگ ویکنده آره. تحصیلات طولانی موقعی که یک روز اضافه میشه دیگه تحصیلات طولانی میشه شنبه و یک شنبه که مثلا دو شنبه بهش اضافه میشه دیگه طولانی میشه خیلی خوبه و بچه ها میزنن بیرون من راست بخواهی دیروز زن ناراحتشون بودم به خاطر ترافیکی که اینا احتمالا دیدن توی راه ویسله ترافیک آه ویسله صد درصد اصلا شب به مناسبت ای این long weekend اینم بگیم که آره دیگه آره ثانکس جشن شو گذاری صدای منو میتونی کم کنی اگه سخته نه اه... من دیروز متوجه عزی. شدم یه سری از آدما قدرت شنواییشون ممکنه چندین برابر بقیه باشه کمتر و با بیشتر بیشتر نه آره حالا این مراه. اینی که متوجه شدم رفتم امارای بدم بعد امارای بله بله کجا تو آرنج هم فعلا یه استخون اضافه ای از بعد تو چرا یه استخون تولید میکنی؟ کلسیوم <س LS> زیاد بدل香. میخوری خوب من آخرین باری که شیر خوردم خیلی وقت پیشه شاید ببینم یعنی یک استخونه جدا کنه اکسشو میتونم بهتون نشون بده ندیدید اکسشو؟ من انقدر دوست دارم از یه جاهای روش کنم ولی نمیشه شما تمرکز داره آره. <تصفيق> آره. <تصفيق> <ده دارید. تصفيق> من سرچ کنم این میاره مثلا بگم اکس ری آره تقریبا <applause> یا مثلا جا لوکیشنشو بزن تو چه جایی عکس گرفتی البو <applause> نه اون شهر یا اون مثلا بیمارستانی که بوده واخه چی از کجا میخواد بیاره این شهر و کجا میدین این کجا میخواد بره اینو 99 درصد عکسای عکس آیفون آ تو عکس نه بود سرچ آیفون خیلی باحاله آره بایزن... جدا دیدی رسیدا رو عکس میگیری خودش جدا میکنه خیلی حال میده. نه این چیه چی از یه عکسی که میگیری خودش یه درست میکنه به نام ریسیتس یه آلبوم درست میکنه به نام ریسیتس خودش میبره اون تو خیلی باحال شما اون رسید نداریم همش آنلاینه خدا خب رو آقا کارون فقط داره براشون پول میاد هزینه اصلا نمی آره. آقا کارون هزینه هاشون رو صفر درآمد بالا <applause> بعد با همین بعد من نشسته بودم به در دو این چیزا رو پوشیده بودم و اینجا بعد صدای بیرون رو داشتم میشنیدم یه خانومی داشت با اون آپریتور ام صحبت میکرد بعد اه... اول که یه خانم دیگه ای داشت صحبت میکرد که آره من داشتم همش با خودم صحبت میکردم نفس عمیق میکشیدم به خودم میگفتم این تو چیزی چون بعضی از جای بسته میترسن آره هی داشت داشینو بلند بلند میگو معلوم بود یه عالم استراب کشیده بود شده بود داشینو آره. توضیح دو میداد بعد اون خانم مثلا همدلی میکرد باش و یکی دیگه اومد گفتش که آره من قدرت شنوایی 17 برابر آدم معمولیه خب اون دیگه میشه سگ بعد آخر <laughs> <laughs> اون بویایه <laughs> سگو خوبه شرا... شرابی شون خوبه بهتر من میشتم مرسا گیدید 17 برابر دیگه سوپر نشرال یارو بعد حالا تو تو زمین کدومش میتونیم یه عکسو بذاریم یا فقط خودمو ببینیم نه میتونی یه ایکس ری دیگه حالا چیز خاصی نیست ولی دیدی کجاست دیگه نفهمیدی این تو کشه دیگه آره تو که هست آره تصمیم آها. گرفته اونجا یه اصلا تو چیز, چیز میتونی بکنی تو هر میتونی سوپر نشرال بزنی آره که می تیزش کن آدما رو بزنی هستش همین دیگه آدم بزنی آره بود بزن. میتونی آره. می ببینیش اصلا بفهم. آره. می ببینه. بعد. بعدش <تصفح> بده ببینه <شو. تصفح> حالا بعد بعد ببینه بعد چیز اینا نمیشه گرفت دام وام وام چرا فلجی مثلا خب بعد هی... که آدم‌ها شنوایی این داشو گفت من قدرت شنواییم 17 برابر آدم معمولی و بعد من متوجه شدم این همچین چیزی هم وجود داره زیاده تحقیقی هم کردی یا فقط حرف طرف یو you... آها بعد داشت گفت من آخرین باری که ام‌آر‌آی دادم هیچ چیزی نمی‌خورد 17 برابر بقیه است ولی خب فقط تو نظر خودت علی جدی میگفتش که من هی تکون <تص> میخوردم آپریتور <تص> ناراحت <تص> میشد من <تص> این جوریام من تکون میخوام تکون خوردن هم هیفته هم برابر آها یه چیزی رو یک هیفته هم کردن فهمیدن این میشنوه بعد نه از این تست چه بدی خیلی دقیق به نه بابا تست به قرآن همین دیدی یه صدای سا... سوتی توی توییتر میذارن میگن که اگر که تا این ده میشه بابا همه شعر رو بره بله هم کن ملت فقط مخوان توییتر که دیگه ما رو سکول ولی با خدا امارای رفتن اینه هیچ مشکل نداری بری تو ببین ده. رفتم اولش حرف این خانومه می اومد آها یه پوزیشن عجیب غریبی بود من هر بار که امارای داده بودم به کمر خوابیده بودم آه. این چون آرنج بود من اینجوری خب امارای دیگه تا همه جای ما رو میبینه دوباره من به کمر میخوام منو چرخون توی کتف چپ من آرنج چپو میخواستن چیز کنه؟ چرخون توی کتف چپ بعد یه سرم زد توی دست راست که جوهر و اینا رو چیز کنه آه. تو اگه میخواستن بلاد وسل تو چیز کنه نه دیگه جوهر میفرستن که خوب دیده بشه این تو آره ولی جوهر میفرستن که رگات خوب دیده بشه نه دیگه من دکتر نیستم آخه حالا برات میگم برای چی من یه بار این سر من اومد برای آپاندیس بعد به من زدن که ببینن که این جوهره میره تو بلاد استریمت بلاد استریمت تو قشنگ آه. چیز میکنه در واقع مشخص, مشخص میکنه که ببینن اگه اینفلومیشن یا اگه خون ریزی چیزی کرده متوجه بشن خب اینم هم همینه دیگه این دور و رو میخواد درست ببینه بعد وسط مثلا ده دقیقه آخر اومد گفت من میام کانترست رو میزنم یه تو یه چیز دیگه بگو حس خونکی میگه اینجا خونک شد و اینا آه. بعد من چرخون به کتف چپ آه. بعد دستگاه ما هم کوچیکه دیگه یه جوری مثلا بالش گذاشت پشت من که پشت من به چسب به بدنه بدنه نیفتم و اینا گفت نیم ساعت میتونی اینجوری باشی و اینجوری آره کاری نداره رفتم مثلا بعد ده دقیقه رو کتف چپ و راست سر شد سر شده بعدی... آره دیگه دادشم سر شد بعد وسط نمیتونی تکون... تکونی بخوری آره نه دیگه نه تکون بخوری اصلا تکون نخوام بعد اولش یه حرفای خانمه میگفتم نکنه مثلا من باید مسترب شم و اینا بعد یه جایی دیدم ضربان قلبم انقدر اومده بود پایین من یه تیکاشو خوابیدم یعنی آره یه خیلی تکون... میخوابن یه تکون اون. که میداد من تازه بیدار میشدم بعد واخه من عادتم تو خواب یه لگت میزنم وسط <تصفح> <تصفح> امروز شا بعد که اومد یعنی من آورد بیرون اینو گفت خیلی خوب کار کردی و اصلا تکون نخوردی و اینا برای همین یه زانتم هم بگیریم <تصفح> <applause> گفتم که ببین نه من کتفم سر شده بود اصلا اذیت گفت ببین این پوزیشن اصلا آدما نمیتونن این خیلی اذیت میشن تو خیلی چیز بودی آره بابا خیلی دو چیز دوور سر بودم ولی میدونی که آدم موقعی که آن میشه حرف میزنه تو باید اینا رو بگی چی بگم من تو دستم با تمام ناراحتم بگو چیکار کنم من انیوی باید به هر آینه باید را. او اون هم. زمانه رو اون تو باشم حالا من حرف بزنم این تازه طولانی ترم میشه میفهمم ولی بگو اگر ایس. که مشکلی هست آره بعد یه جای دیگه شونم هم امارای لازم دارم میخواستم که نمیشونه با هم توی جلسه, جلسه من جلسه که تو دستگاه اینم بگیر دیگه چه, چه؟ فرقی داره یعنی اونم باید یه سشن دیگه بری دیگه حتما بله حدس دکتری استرالیا امارای گرفتن خیلی آسونه یعنی خیلی سریع اسکجولت میکنن و اینا حالا نمیدونم الان شاید دیگه نیست ولی من چندین بار رفتم و تجربه و چ... یه بارش خوابیدم راحت برای زانوم رفتم یه بار یه بار برای آپاندیس زانو اینا خوبه به کمر میخواد آره آره البته نه منم یه جور عجیبی خوابوند دبا ممکنه دبا نه پاتو نه. باز کنه آره با اونم یه برای عجیب آره. غریبی خوابونده بود ولی اینجا که بر آپاندیس رفتم مثل قند رفتم اون تو هم میزنه به جوهره رو که میزنه دهنت هم ازش عوض میشه تو هم من همین... من نشد آره. شنیدم میگم ولی من, من هم من بو حس میکردم آره یه بوی میدید یه, حس یه جور دست شد ولی دهن نه آره, آره خلاصه جالب بود آره بعضی 17 برابر آدم معمولی میشنم عجب تعریف کردیم از سرس استرام <applause> <applause> گرفتن آخه این از این چیزا میکنه تو گوشت یه هدفون هم میذاری با این حال تو صدا زیاد میشنوی آه هدفون میذاره مثلا آهنگی نو آره. اینجا آهنگ اینجا نمیذاش ولی جای دیگه میذارن آره ولی اصلا نمیشنوی نه بابا صدای دستگاه قالبه آره صدای دستگاه مثل خیلی, خیلی که درست کرده آره قهوه همه خیلی قویه حتی این امروز خوردیم بله خیلی قهوه دوست دارم الان الان دوباره قو... ولی میترسم ببین یعنی میترسم که زخم okay. معده بگیرم الان من... چقدر در روز میخوری چند تا من در روز الان دارم چهار شات میخورم ولی تو امریکا رو. مثلا تو که الان اون چیزی که تو الان داری میخوری چهار شاته ریلی really? چهار شات اینی که من میخورم چقدره دو تو شات اوه خب از زیاده نه نه دیگه 18 گرم میشه دو تا شات یعنی يعني... من دو شات میخورم روزا دو شات رو چجوری اندازه میگیری به طرف میگم دو شات بزنه واسم ا اوکی اوکی راهمو شما میدونی اگه چارش. پولی که به قهوه برای قهوه هر روز میدی رو سیو کنی میتونی بعدم بنز بپری خیلی چیزا رو اگه سرت میگم دیدی اینا نمیتاخیر میکنه این این دیدی اینا ویدیو میذاره بعد چیزی نمیخورم تا مثلا شیش آره صبح می خوری؟ چی صبح بیدار میشی چهار شات میخوری آره، تا شب هیچ چیزی نمیخورم آره تو کل روز قهوه رو میخورم انقدر سری نمیخورم مثلا ای قهوه منو ببینی که آره من با قهوه غذا نمیخوری نه تا شیش یه وعده میخورم بعد دیگه میرم میخورم وان میلده دی دیگه اینا اونایی که تو راه بعد این یعنی من دارم سعی میکنم وزنمو کم کنم از موقعی که حالا واقعی چه بگم موقعی که فهمیدیم که ویدیو کومان میتونه وایس باشه و دوربین کل بدن تو میگیره اینا که بود جدید آره قبلا پشت میز بودی چقدر کاور بود من 3 کیلو دیگه کم کنم خوبم الان چن میتونی 88 الان سه کیلو تا چرا میخوای کم کنی خوبی. از 96 اومدم 88 کی 96 مثلا سه ماه پیش تا بابا آره الان دارم میرسم به 85 برسم خیلی خوشحال میشم چی بول همه چیزیم هم من الان 88 شدم جدی؟ من مثل استاک مارکت دیدی مثلا آخه دیده. شما همه عزله یا داره شما... <applause> <applause> دیدی میره یه چیزی رو تاچ میکنه برمیگردن رزिस्टنس لول بر من رفت 90 رو تاچ کرد برگشت خیلی با من تو سفر تاچ کرد نه قبلش خیلی حس بالی بود 90 من 98 رو تاچ کردم و واقعا ترسیدم گفتم و اگه سه رقمی بشم خدا میکنه تو قدیم 2016 اینو که ما اومده بودن بیشتر نبودی نه. ریش من... بلند داشتی نه نه من مکسیموم هم بوده م. آره ولی بعد الان از این دوزار دوزار شو... میگی دوزارو... 60... قبل قبل کووید که من رسیده بودم به فکر کنم مثلا 82 سه خیلی لاغر بودم بعد ریش و موش چ... آره. هم آره. شاید زیر 80 هم نه برای. نه زیر 80 نرفتم نه. اون از موقعی که از کانادا اومدیم ما دیگه اومدیم کانادا دیگه با زیر 80 و بعد دو پنج اومدم کانادا دیگه فقط سعودی بوده خدا رو شکر وزن سعودی وضعیت دیگه شما. نزولی حالا یعنی از 96 تا 88 با همین رژیم خودت رو در نه همین اینترمیتنت فاستینگ که با فاستینگ خیلی راحت میتونی وزن کم کنی آه. خب آه. بعد طول روز انرژی داری آره ببین آره من همشم دارم کار میکنم یعنی همشم کار فیزیکیه ببین تو طول روز مثلا ساعت دو اینا خیلی گرسنم میشه اگه سر خودمو گرم کنم تا شیش میرم هم. ببین همه اتفاقای بعد زندگی موقعی که آدم برد میشه میفته غذا خوردن موقعی برد شدنه و تمام کارهای دیگه فقط تو نباید بذاریم مغزه برد بشه یه جوری فعال اخلاق هم خیلی بده خب اخلاق یعنی آدم ها رو از شیش به بعد میبینم ببین مشکلش همینه اخلاق تحقیق کردن اه نه نه واقعا بده یعنی اصلا بعض موقع خودم شرمنده میشه بعد اخلاقا قند خون که پایین باشه اخلاقا سگی میشه تحقیق کردن زوجا اه... یه چیز جالبی بودش کجا اصلا یادم نیست کجا میخوندم اه... هر بار که دعوا میکردن یه عروسکی مثل که داشتن مثلا به این یه انگشتی میزدن این قند خونشونو رو میگرفته و مثلا با یه تغییر معناداری وقتایی که قند خونه اینا پایین بوده دعواها بیشتر بوده احسان تو محرم باید دعوا بیشتر بشه نه اون فرق داره اونجا چون کار معنوی میکنی و به یاد فقرایی برای همین ازت پرسیدم ممکنه تو کار کنی ولی اخلاق تنها هم دیگه میدونی موقعی که از دو تنها هم خودم با خودم ولی بعضی موقع مثلا واقعا شرمنده میشه نه دیگه مثلا دستشو ببوزن. حالا جالبیش اینه آره اون بنده خدا که واقعا اصلا از دست دیگه گذشته الان <applause> حسین خیلی کمک میکنه یعنی واقعا اگه نبود اصلا یه استودیو به هیچ جایی نمیرسید واقعا خیلی کمک میکنه خوبه دیگه آدم فامیل کاری داشته باشه چی حسین یه یونیت اونجا بذاره حسین واقعا هر چی بخواد میتونه اونجا بزنه یعنی <applause> <يعني من> هر <applause> تا... یه <سوعت تصفيق> با حسین بکنه <applause> هر چی بخواد میتونه <تصفيق> <تصفيق> اونجا بزنه ایده داشتم ولی من واقعا میشه بیا یه یونیت بذار بذار اون وسط دیگه ما خودمون میریم دیگه ما خودمون میریم میشه دیگه خانواده ها واقعا ایشالله حالا ما خودمون اگرم هلت کرد من میگم آقا ما خودمون سان کردیم میخوایم این رو ما کار کنیم ما میخوایم اینجا میکروب بگیریم به تو چه آقا چه میکروبی اونجا تمیزه تمیزه کار اونجا هیچ میکروبی تو مطمئن احتمالا تمیز جایی که کوروش داره کار میکنه تمیزترین نوع ممکن تمیزتر ببین این دندو که من میرم توش یه سگ خانم دامدار یعنی سگ دنفز منیجر منشی را میره توی چیز خیلی سعی کیوتی هم هست ولی من همش فکر کنم که این احتمالاً بهداشتی نباشه آره نباید باشه نه 100 درصد میجام حسین بپرسیم حسین این جواب تمام سوالات رو داره, داره. میشه یه سگمنت بیاریم حسین بیاریم رو خط آی دکتر آی میتونه تو آفیس باشه حسین رو واقعا میگم یه در مورد همین داشت میگفت مثل اینکه یکی دیگه هم سگشو میاره تو آفیزی که اونا میرن تو کانادا خیلی سگ در حد باید. فکر کنم مولک و آکواریوم اینا اوکی باشه ولی دیگه سگ آکواریوم احتمال اوکی ولی چون سگ بیرون میره میاد در حد مولک اونطوری نگو نه میگم مولک خب شیک تمیز این تو آقا دارم اجبار میزنم به آقا که پنهانن کی شب بیاید دیگه ولی ببین شبا و چند روز دیشب اومده بود یه جوری پیچیده بود تو خودش اصلا پشمام یعنی ترسیدم تکونش دارم با این چی من انتظارم از اینه دارش. که یه رابطه ای باش داشته باشم که وقتی میام خوابم باشه بیدار شه بگه منم خیلی دوست دارم داریم. ولی ایم هم ایم. ایم. نتونستیم با هم رابطه رو بگیریم تو نقش پدری داری نه من پدر یه دو درسی با هم من دارم. نقش لاوری دارم, <laughs> دارم. ولی عشق یه طرف است به خیلی قوی مطمئن ممکنه باشه ولی هپی هم باش همچنان ایمان فقط عشق میده اون نمیده آره دیگه اون <ثم> That's فرزن okay. زن تو اوائلش she'll... بلد نیست محشوق همه ناز است و عاشق همه نیاز ایشون ناز میکنه ایمان جان من فقط نیاز برای برده من ایزی میتونم اکنالج کنم یه پادکستی بود به نام پادکست پلنت که چندی ما توی پادکست در مورد پادکست ما صحبت کرده بودن نه تو نشیدی احتمالاً پارسیه؟ آره آره پلنت کامبیز اخباری و پاشا باشا. مجلسی بودن که من خب دورا دور به خاطر که یوتیوبر که با تو صحبت کردم آره آره, آره، صحبت بودن. کردم و چیزهای مختلف متاسفانه به خاطر که کامیز داره میره مسافرت و میخواد در واقع یه تجربه جدیدی از زندگی داشته باشه میخواد بره دنیا رو بگرده این پادکست تقریبا منحل شده حالا میگم تقریبا به خاطر اینکه گفتن اگر که دوباره برگردن و یک جا باشن ضبط میکنن. میکنن من اول خب خیلی ناراحت شدم چون پادکست خوبی بود من دوست داشتم گفتگو محور بود اون سبکی بود که من دوست داشتم ولی من بیشتر از این معمولا ناراحت میشم که میینی وقتی دو نفر با هم دیگه کمستری دارن خیلی باحال مچ شدن آره و این کمستری موقعی که از هم نپاشیده و فقط جدا شده این من خیلی ناراحت کرد اینکه پلنت حالا پادکستی به نام پلنت تمام شد شاید اونقدر ازش ناراحت نشدم چون میدونستم میتونن کارهای دیگه بکنن اسمش مم. هر چیزی میتونه باشه ولی اون کمستری خیلی مهم بود برام و Uh, گفتم اکنالج بکنم دمتون گم برای این همه اپیزودی که دادید این همه آدمی که گوش میکردن تو اپیزود آخرشون کاری که کردن جالب بود حالا uh, ما هیچ وقت این کار نکردیم یه سری چیزهای سوشال درست کردن میرفتن توی کافه میشستن تو ترکیه بودن ایم. و فنا می مثلا یا دوستاشون می اومدن این لایف برگزار میشد تای جایی آه، آه، اینو اینو جدید یعنی این آخریا اینو ایمپلیمنت کردن از آره خیلی خیلی کارهای نوینی کردن بعضی اپیزوداشون خیلی کار می‌برد همه همه چی کار می‌بره یعنی اینه که آره, آره. 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 اون که آره ولی مثلا اپیزودی که رفته بودن تو جنگل و هواپیما بود آره, آره. گیریم می‌شدن یعنی تم داشت بعضی موقع بعضی سوشال بود بعضی‌هاش به قول خودشون کلاسیک بود که مثلا دو نفری می‌شدن و اینا فقط خواستم اکنالج بکنم که دمتون گرم بابت این همه اپیزود دمتون گرم که بودید و امیدوارم, امیدوارم که بازم یه جای دنیا به هم بخورید و برگرد اپیزودا و باحال بود کلا پادکست جالبی بود کمستری کامی و پاشا رو من دوست داشتم اینو خواستم بگم که یاد برنامه نره. مختلفشون دیده میشد از همون آره توی هر چیزی رو که درست کردن چه موفق به نظر خودشون چه ناموفق باز به نظر خودشون چون این چیزه کمستری خیلی خفن بود یعنی بهترین ترکیب بود که من دیده بودم توی یوتیوب م... فارسی اره <تصفيق> <تصفيق> این بهتر از خود ما؟ آره به قول کارون ما بشین و خودمون ترکیب چرا به قول کارونش اینجوری شد؟ ولی این خواستم بگم چیز دومی که میخواستم بگم برنامه برنامه رو دیدین مال کامیس حسینی اونم جالبه اونم جدیدن شروع کردم به نگاه کردنش اسمش جالبه اونم... مثل تمام برنامه دیگه شد یعنی, آره. یعنی همون تمه تمه اسمش آه اسمش جالبه یعنی بیشتره دیگه یعنی هر سری یکی رو میاره باش حرف میزنه هر اون... اونام نداشتن آخرین چیزش تو پا... رادیو فردا بود چی بود پارازیت، پارادوکس کنه پارا. اینا اون مسابقه خیلی نداشت دیگه خودش مینوشت خودش بیشتر بعد مزید. از اولیه نبود چون چیز بود. اول پس پارادوکس از بود, بود. این دو تاست آره خودش مینوشت اونا رو نوشتاش من دوست داشتم ولی خب الانم هم بعد جالبه چقدر هم جا میشه و اینا الان رفت ایران اینترنشنال اول وی ای بود یعنی من از اونجا دیدمش شاید بقیه زودتر میشناختم بعد رادیو فردا بود آره منم از وی او ای شناختم و اون مثلا برنامه وی او ای همه میشنستن یعنی خانواده ما این بود که خب دیگه این برنامه اومد قوی بشینیم. قوی بود آره. سامان اربابی بود اینم من برنامهش رو دوست داشتم حتی مثلا مصاحبه که کرد به نظرم جالب بود همش مثلا فول آن سیاسی نیست یه اسپینه دیگه ای هم داره مثلا در محیط زیست داشتن صحبت میکردن برام جالب بود یه تیکه شده دیدم مثل اینکه توی برنامه قبلیش به تیم رشت یه چیزی گفته بود آره آره و معذرت خواهی که آره سپید رود سپید رود آره باحال بود آره اینم که آدمو میان معذرت خواهی میکنن دوست دارم و... یعنی تو میتونی اشتباه بکنی یه چیز بکنی. جدیده واسه فرهنگ ما کلا چی این معذرت خواهی چی <laughs> نه فکر کنم این کسایی که ما باشون مثلا ما میدیدیمشون فرهنگ معذرت رو داشتن ما در کسای دیگه دنبال این فرهنگ میگردیم که هیچ وجود نداره و هیچ وقت به وجود نمیاد. نه تو معذرت خواهی درست کردنم خودش آره اون, من بلد نیستم خودم. بعضی موقع به این فکر میکنم که موقع اگه مجبور شم یه جور مثلا پابلیک معذرت خواهی کنم هیچی بلد نیستم که جوری برن کنم. ما داشتیم یه جوری اکسپرینس شده دیگه اوایل خود من داشتم. نه هم داشتیم این بحث در موردش میگم معذرت خواهی شد یادم میاد یه چیزی هم راجع به یه کانال دیگه بعدا بگم همینجوری که شما حرف میزنی توی دیگه فکر دیگه نه بره. همینجا تو فکر ما مثلا تا چیز میاد و 90 درصد شما یادم میره اشکال ولی بعضی فرقی بینویس بگی در کنن نه خیلی بده چون من همین بحث معذرت خواهی شد بده چرا بده یادم یادش میره دیگه خب باحال دوست داری یه چیزی رو بگی شور بخواد سخت نگیر بشه اجازه بده به نه تو الان نمیگیرم خیلی از اون موقعی که سخت میگرفتم عوض اصلا مهم نیست هیچی کارون قبول دارم کارون iOSش الان 20 شده چیزایی ازش دیدم جا. این کارون نه کارون که همیشه 20 بود نه, نه نه نه, نه،, نه. نه،, نه. نه، از درجه این نه کارون <laughs> که ببین از موقعی که هم میشناختمش از دوم دوستان که هم میشناختم آقا 20 20 بود 20 میکردم هم معدلشون هم اخلاقشون هم رفتارشون هم قد و ببین بچه چی کم داره دیگه آقا چه عکسایی ازش گرفتن جا ازیتش اذیتش نمی‌کنه ولی از خب هفته قبل بهتریم خب. <applause> حس می‌کنم آره هفته قبل اذیت بودیم جلو دوربین تو که آه. نه تو آ... 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 من... <applause> اوکی منو برمو. ما بیشتر آخه یه مدت نیاین اصلا آدم چیز میشه دیگه بحث پریم تو هفته بحث معذرت خواهی شد صبح نام فینال مسابقات اینو آخر درست نفهمیدم مسابقات مستر المپیاز ولی مستر المپیا رو انتخاب میکنن که هادی چوپان رفته بود دو و شد، دوم شد سال پیشم دوم شده سال پیش 2002 اول شده بود پارسال امسال بله 2002 قهرمان شد پارسال امسال دوم شد یه کسی که پارسال اول شده بود امسال سوم آره آره اسمش نه آره. امسال یه قهرمان شد بعد این بنده خدا اومد یه استوری گذاشت از مردم عذرخواهی کرد خب امسال همین آره هر سال همین این سال. کارو هر سال. بنده خدا بعد اصلا من اینو نمیفهمم چرا ورزشکارای بیچاره ما مثلا رشته هایی که توجه روشون نیست فوتبالیست ها رو که اصلا کاری واشون نداره 90 درصد آدم نیستن اصلا بالا نظر شخصی من نیست یعنی نگاه کنید علمی ثابت شده که آدم نیست حالا ثابت میکنه برای های یوتیوبی که فوتبال جدی دنبال میکنن همه اکثریت ازان دارن که این چندشتن این تیم ملی تاریخ ایرانه اصلا آدم ها یکی یکی افتاد حالا با اون کاری نه که توجه روشون پول روشون رو کاری نه ورزش که اینجوری نیست مثلا کشتیگیر ما میره میبازه از مردم عذرخواهی میکنه که نتونست دل مردم هادی چوپان ورزش خیلی سخته اینا زندگیشون می رو میذارن روی کار بعد امکاناتی که چنام انگلیس به یارو میده با اسپانسر و اینا نه اینکه حالا دولت انگلیس با ایران که قابل مقایسه نیست از مردم عذرخواهی کرد اینو ما متوجه نمیشم آقا ورزشکار کارش ورزش کردن بره تمام تلاششو بکنه توانشو رو بذاره دیگه نتیجه هر چی شد تو مسئول خوشحال کردن من ایرانی نیستی که تو اصلا نباید از من عذرخواهی کنی اونی که باید عذرخواهی کنه اونی که مسئول خوشحال کردن ایرانی هست. اون نمیکنه این بنده خدای مسئولیت رو رو دوش خودشون میدونن فکر میکنم مثلا کل ملت ایران خوشحالشون به این وصله که بخش خوبیشم هم وصله چون دارم. اتفاق خوب دیگه ای که نمیفته بعد ورزشکار با این فشار روانی میره مثلا میبازه بعد عذرخواهی میکنه نداره همین... عذرخواهی نداره اما همتون گرم میری تلاش میکنید آره اونی که ناس. با اسخای کنه یکی دیگه از اونها ای نشستن نه اونا که نه هم همین دنیا رو میگن آره ما از کسایی که فکر میکنیم اسخای با بکنن اونا نمیکنن توی آره. بقیه مردمی که ماها میشناسیم باشون زندگی کردیم و جزء مردم همین میدونی همینطور اصلا میشون. اونو گفتی من یاد این افتادم آره. او تو همین که میری مقام میادی ما عشق میکنیم و همی که داری یه کاری درست انجام میدی من دوست دارم <تصفح> اصلا مقامم نیار تو فقط درست انجامش آره. بده اصلا مهم اصلا نمی میکنی؟ تو مسئول خوشحال کردن ما نیستی که آره ولی دمش کم جزء آدمای عجیبی سلامتیشون و اصلا سلامتیشون نه همه داره خیلی شدید مورد تهاجم قرار میگیره کبد و, و کلیه و حلاق دادن دیگه و اصلا وزنی که روشونه معمول اصلا گوششون سنگین میشه میدید به خاطر اون فشاری که این طرف بند خدا روشه دونی کلما دیدیم دیگه پیشار آخرش آره دی... آره ولی آره در صورت دیدین چیزشو مراسمو نه من آخرشو دیدم بهشون دیدی ها به همین رونی کولمن آمدن اومدن دیدی که بهشون انگشتر دادن نه همون دیر دیشا اومده بودن بهشون انگشت دادن آره فکر کن آره جو... آره با اسا اومد آه، خب نه با اسا اومد و فلان و اینا بهشون انگشتر دادن آقا همه اینا انگشترشون در دروردن که الان تو رینگ فینگرشون نمیدونم چرا خیلی از همه انگشتر خوشی رو برشون گوشن تو میشه اینطوری رینگ فینگر ها گوشن چیزی احترامه تو ده گیم که میگن همین ها آره آره ولی نفر اوله باحال بود بدنش ببین <بقید> من, من دا دا. چند تا چیز ای... دیدم ایرانی حالات همه فارسی من می‌خواستم ببینم قانون مسابقه چیه آقا بر چه اساسی رای هیچ اونی که روی ویدیو صحبت میکنه اونم مثل من بود حس میکنه همونجور نگاه میکرد میگه به به فلان ماشاءالله داره مثلا جا دیدی ماشاءالله آره بگو مثلا قانون اینه این انقدر امتیاز داری مثلا خط اینجا اینه خط اونجا اونه هیچی نمیگو فکر کنم واقعا خیلی چیزه خیلی اینطوری ویژوال دیگه طرف ببینه حال میکنه آره می ولی بگه مثلا ویژوال آره. چون هم داشتم میگفتن هادی چوپام نقط ضعفش پارسال عضلات بکش بود الان مثلا خوب شده یا میگه مثلا عضلات باسنو ببین چه خطی داره آره یه ذره به اون بده ادامه خفش بده من بفهم آقا بر چه شما امتیازو میدید همینجور یلخی که نیست آره میتونم حس کنم کارو اذیت میکنه آره نه میتونم بفهمم میتونم درک بکنم ولی آقای چوپان اگه صدای ما رو دیدید دی اینا دی رو خب بگو نه همین گفت آقا در میدونید که شیرازیه آره آره شنیدم آره هر سر خیلی ما آدمای الان پور دنیا شیرازی ان خدا وکیل آره و این نمیتونه ثابت بکنی که شیرازی ها تنبل نیستن یعنی دیگه میتونیم بکشیم بیرون از شیرازی ها خودشون قبول دارن و خیلی هم اوکی با این موضوع خودشون قبول دارن که اصلا حوصله ندارن تو آرکیون میدیدن خیلی با موشکار که میدیدن از این ورف خیلی ریلکس همیشه گزارش میشد ولی آقا ورزشکار برای چی مزرعت کنیم آقا دمتون گرم نمیخواد مزرعت کنیم مگر اینکه تو فوتبال باشید اگه تو فوتبالی بشید مزرعت موزه... فوتبالی ها الان 90 درصد موقع نظر ایشونا خودکست موزه خودکست نیست نظر منه یه تعداد فوتبالیست با شعور داریم من جا داره که اینجا بگم صحبت های مهمان برنامه صحبت های خود شبکه نیست چند تا انگوش شمار مثلا الان بعد حالا وریا قفوری و, و, <applause> و کریم باقری علی دایی و اینه دیگه بجز اونا اینا که تیم ملید الان شماها خیلی راحت خیلی, شما هست. خیلی بدترین تیم ملی تاریخ با ازبکستان مساوی کرد ها آره دیدی بازی و مثلا ما بریم. تیم یکی مونده به آخریم از لحاظ تعداد گل Ou Ou> از لحاظ برد از ما بدتر یه دونه فلسطینه یه یک دونه یکی دو دیگه که یه گل زده ما دوتا گل زده من دیگه نمیدونم از لحاظ تعداد <تص> گل زده یکی مونده به آخریم از لحاظ دفاع بهترین دفاعیم با امتیاز چندی؟ هفت امتیاز سف شد ازوکستانم پر لحاظ دفاع بهترین دفاعی؟ بله بعد اصلا تیم ملی چندش روش هم امیر قلنوهی رو گذاشتن یعنی اون از این بعد بعد همه دولتی بعد خیلی چند عجیب. تا بازیکن داریم اینا باشگاه ندارن ایندیپندنت ها بله شغلشون اینه که <تصفح> توی تیم ملی شرکت میکنن <تصفح> دفعه اول این اتفاق داره میفته توی دنیا توی ایران قبلا افتاده و تو دنیا نه <تصفح> خیلی باشگاه عدفه. ندارن فقط میان تیم ملی بازی میکنن و میرن و آدم های چندش ها اون چندش ها که سر جام جهانی و اون موقعی که تو خیابون داشتن ایرانی رو میکشتن اینو اومده بودن دستمال به دست همون آدمان باشگاه ندارن ولی تو تیم ملی خیلی عجیب یه <تصفح> چند تا اسم میتونم بپرسم نظرت راجبشون بگی بله حالا بگیرن بله حالا <تصفح> <تصفح> <بگو. تصفح> <تصفح> <تصفح> <دیگه> دارید میگید دیگه <تصفح> نظر راجب رامی رضاییان چیه چندش بازیشی بازیش خوبه اخلاق صفر اوکی بیرانور عامل هاشی است من نیستم اصلا من گفتم من حرف زدم <applause> آقا این نظر منه من به نظر من هیچ کدوم اینا درست حسابی نیستن اوکی. Okay. بازی تارمی دیدی تو اینتر بازی تارمی من خیلی ناراحت شدم خیلی ناراحت شدم به خاطر که تمام صحنه هایی که اگه تو تیم ملی بود همه رو میخورد زمین و هیچ کدوم ادامه نمیداد تمام گلایی که زد و پاسایی که داد اول روش خطا شد خب ولی بلند شد آها. و بازی ادامه داد دار. چون تو اینتر بود آره. ولی این اگر تو ایران بود قلط میزدن میریختن سر دا واقعا عصبی شده بودم تمارون. که این میتونه این باشه ولی باله. نیست باله. اصلا این تو 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 کنه همه تحسینش بود خیلی عصبی میشم بس حالا همین رو همه یاد گفتی اگه این نبود این یه دور تارمی رو خیرکش کرد برد ترکیه از پرسپولیس بردش ترکیه که اونجا کودتا شد اینا جفتشون دست از با دراسته باید اگه نبود تارمی شاید زود ترکیه تو چی بازی کرد تو چفتی می بازی یکی کرد؟ این تیم یاد همونه میزن. که رئیس جمهور رفت درش آورد یه داستانی شد که روحانی این اونجا کودتا شده شد اینا رو با بدبختی لفظ درستش نیست ولی کشون ننیرا بگید جیم داره توش خیلی داره فکر کنه خیلی داره من جیم داره اگه نبود این زودتر به این درجات میرسید یعنی یه اشتباه با رضایان کرد و بعد با اون بازیگره اون اسمش یادم نیست هی حاشیه داشت به این رضایان تخصصش حاشیه است خب را میره خود به حاشیه کشونه من الان میخوام خوب فنی خوب از موقعی اخلاق حاشیه نه من اصلا هیچ وقت طرفدارش نبودم یعنی برانکو گذاشت بیرون ما فهمیدیم باید بیرون باشه بازی خوب ولی حاشیه مشکل اکثریت فوتبالیستای ما دیگه حرفه نیستن حرفه ای باشن خیلی بیشتر میدارن خب این حرفه ای باید یه تیمی دورت باشه به یاد بده آره. ای چیه اصلا, اصلا فرهنگ جم... باید هر بود میخوره دیگه یعنی به جمهوری اسلامی می‌خوره اینو گفتم می اون چنل فان فان 360 رو نگاه می‌کنید قبل اسمش فان با ابو طالب بود اسم نه. یارو ابو طالب به نظر بهترین هنزیه که توی جامعه ایرانی ساخته میشه فقط فوتبالیه و واقعا سطحش مال چیز دیگه مال همون مال نست... ولی این اوت خیلی آدم با مزه نیست من و خیلی روش چیزم. خیلی بقیه. من پاره میشه من به استانداردات تنز... بالا من نمیخندم معمولا ولی اینو من پاره میشم خیلی با است چون مثلا تاپیکشو دوست داری دوست آره. آره بعد دنبال هم میکنم بعد مثلا مصاحبه ای که محمود فکری کرد هفته پیش راجعش صحبت کردیم راج فراد منجیدی یه چیزی گفته بود میدونن دیگه همه شنیدن خب بگو بشه بازگو کرد آره فقط یا نمیشه بحث اینه که برای خیلی محمود فکری صحبت کرد بحث اینه که برای استقلال یه سرمربی دیگه انتخاب کنن بعد این احمق اصلا سرمربی یه تیم دیگه از یهو برگشت گفتش که میخوان برای استقلال سرمربی انتخاب کنن و مثلا مضمون اینه که من پیشنهاد میکنم دنبال کسایی که شدید با برخون فرس آره, همجنسگران آره, نرن آره. که آره. متاسفانه آره. مفهول هم هست هم. یه همچین حرفی زد آره خیلی دیگه اون دیگه همه که تو تو دیگه چه بیشوری تو خیلی وزش خراب محمود فکری بعد این به چیز گفت مفعوله به, به... فراد مجیدی آه فراد مجیدی گفت مفعوله گفت آره گفت اصلاً دنبال همجنس کردن ه... هر لولی باشی اینو ن... اصلا نباید خب چرا اینو کنسل نمی‌شه آخه این یه دور قبلا یادتون باشه بازی با استقلال و فولاد بود این رفت تو گوش بازیکنش اون موقع با فولاد نکونام بازی کرد او... گفتش که فقط خ داره او... خ بازی بلدید بله. و این ویدیوش اومد بیرون بعد بعد اون داستان شد اومد یه ویدیو داد دو رکعت نماز بخونیم برای نمیدونم فلان این آدمی خیلی آدمیه خیلی بازش بازه یعنی نه خیلی بازی دیگه آه. نه خیلی چیزه این معلومه تو زاف نمیدن بودیم من پار. برای ادامه بحث آمیدن بله همین بود جهر نگو جهر میدونیم خیلی که این ما قبلا میگو بی خیلی نه همین بود منو خیم همین بود رفتم بخورم یه بردنش فرهاد بازم من میگم حرفای مهمان اینا دیگه مهمان بحثوب میشن توی این کردن نمیگیرن. اینا دیگه میزبان نیستن بچه ها مهمان بعد این محمود فکری اومد بعد اون که اون حرف زد گفت یه دو رکت نماز میخواه یعنی اینجوری ما دو توی تو ایران فرهنگ فوتبال حالا بعد این ابو خیلی آدم خنده <تصفح> اومد برنامه شروع شد گفتش که ببین ما اصلا رومون نمیشه این مصاحبه فکری رو پخش کنیم مثلا در سطح برنامه ما نیز گفت ما که با همه چی شوخی میکنیم حتی این مصاحبه رو هم پخش کردیم که این مصاحبه مصاحبه چی بود بعد بازی پایان رفت اگه یادتون باشه مهاجم پرسپولیس بود یا آدم نخراشی نتراش کلیه کلی یوقور سیویل که این بعد یه بازی با یکی دهن به دهن شده بود و بعد اینجوری کرد حتما اینم براتون فرستادم گفت خیلی عذر میخوام خیلی عذر میخوام خیلی ببخشید خیلی ببخشید من برینم بیشتر از فلانی میرینم اون میاد برا من <تصحه> <تصحه> اینه دقیقا لفظ همینه که منظورش اینه که <تصحه> <تصحه> حجم ریدن من از وزن ایشون بیشتره نه از ریدن ایشون ها. <تصحه> ده. از وزنه منظورش اینه بعد این ابو طالب اینو پخش کرد گفت ما حتی اینم پخش, پخش میکنیم ولی اینو نه گفت اینم پخش میکنیم ولی حرف فکری رو نمیتونیم پخش کنیم بگو این میدونی که پسرا روی سری چیزایی با هم دیگه بله بله. هم. یکیش حجمه بله. بله. اینو میدونید دیگه یعنی بله. شاید خیلی ها ندونن ما شاید که دخترایی که دارن گوش میدن اون هم الان الان شما بدونید یه چیزی که پسرا با هم دیگه سر این کل دارن دیگه یعنی میگن برای همین احساس میکنم ایشون هم از همین جا اومده یعنی این فقط نفهمیده کجاست کجا که جمع دوست بعد این ابو با این شوخی میکنه میگه بابا مثلا کیفیت مربی تعداد برده تعداد جامه این که شما چقدر دف میکنید فکر خیلی خوبه من واقعا با این ابو طالب حال خدا فان سی چند پیش به این این قشنگ میخندم پاره میشم ولی همه دیدم مثلا بر بقیه میذارم همه لزوما نمیخوام من چون فوتبال رو دنبال میکنم آره. این هم خوب میسابونه به تک تک من شو. نسبت به تنز خیلی چیز شدم خیلی نکته بین نه نکته بین نه استایل خودم رو دوست دارم یعنی استایل خودم نه اینکه تنز خودم رو دوست دارم و یعنی چیزی یه سری زی خاص رو دوست میفرسه. دارم آره خیلی باید دو پهلو باشه ایرانی ایرانی کم نه زیاد نه 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 این دنبال نکردم شاید هست واقعا شاید من نمیشناسم ولی اون چیز براتون فرستادم این چقدر چیز برام فرستاد برای من چنل از پرسیدم گفتی من خوشم نمیاد اسمش رو یادم دیگه ایرانی بوده بله بله با حالا میاره و دیگه بعد چرا دنبالش نرو امروز ایمان تحت فشاره همه چیزو میدونی هویدا نکنیم بهتره اسرار رو هویدا نکن برو دیگه شما که خیلی روی قول ندارم فقط منم که زیرم احساس کنم توی این قضیه آره ولی ام... فوتبال محور بودین تیکه آخر صحبت آره نه جالب بایدیم. تنز محور بود بیشتر فوتبال از عرضه شدی خدافزی رز... میگم خدافزی از مذارت خواهی رسیدیم ولی برای اه... برای, کشتی هم اینطوری بود دیگه این منده خدا که شلدریش هفت بار در رفت حتی اون کنسل شد خیلی پشت اون آدم وای نستی نه من پشتش وای نمیستم ولی میگم بعدش اون هم اومد دیگه. دیگه. چرا کنسل شو؟ با ایناس دیگه این با هر کی دست داد سقوط کرد چی بگم بحث سیاسیش کنید راحت تره سیاسیه دیگه با ایران همه چیزش کل... آره اتفاقا دیشب خونه خواهرم اینا بودیم بوده، بودن بودن. بعد حسینم بود و مثلا جمعی از خانوادهم بودم بعد اصلا از چه میدونم مزه غذا یهو میرفت تو سیاست همه. از چه میدونم از همیه. کومان یهو میرفت تو سیاست او به باز شما اون تیکار رو دارید یعنی یه مزه غذایی هست نه نه آخه من مز... مثلا من در مورد مزه غذا صحبت میکردم بعد مثلا سه نفر که بحث میکردن یهو میرفت تو جمله مرغای مسمومی که دادن به مثلا فلا فلا دوره میرفت تو سیاست بعد حسین تو شکوف گفت چرا همه شما این تو سیاست بخت داشت مرد ایرانی معلومه همه زندگیش با سیاسته این که آره. بند خدایی که اینجا اینجا میبینی اگه که سیاستش درست بود که اینجا نبودن که اون تو کشور خودشون کاره ین آره اینو بند خدا دکتر اون فلان کس آره بلی... ولی زندگیمون همینه تو هر روز صبح پاشی ببینی زد نزد دلار چقدره نمیدونم ماشین چقدر همینه دیم. آره خیلی چیزو دیدین امروز بگه نظرت اخبار خوب بگین مال ایران اسپیس اکس رو دیدی؟ این هفته آره کلا رو... این هفته حالا هرا... من خواستم راجع ببینم صحبت کنم بگو تو تو, ب... تو ب... نه. باش اصلا مساکت آقا تو شروع کردی ما دیگه هیچی نمیگیم نه بگو بعد من میخوام کانتروورشالش بکنم نه همین اسپیس اکس چیزش رو که راکت رو گرفت تو هوا اصلا مثل فیلم واقعا اولین بار بود, این اتفاق اول این بار بود که اتفاق ده. میفته قبلی ها میشست این دیگه اومد قبلی اومن... تو آب خاگش نه نمیافتاد تو آب این مدل میشه. این این مدل این چی بود بوستر نمیدونم چی چیه اینا رو میذاشتن تو آب اوه این بوستر برگشت این من فکر برگشت جدا. فرد سر جاش نشه همش دیگه تازه نشه سر جاش وسط هوا گرفتش این اسکل این سازه خیلی عجیب بود و برام جالب بود که یکی نوشته بود که ایلان داره تو سال 2050 زندگی میکنه گفت به قرآن ما اینجا نمیرسیم یعنی این ما یعنی ایران, ایران نه 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 <تصفح> هیومانیتی رو دارم میگم چرا با این سرعتی که داره میده خیلی من, من من خوشحالم با هر پروفیتی که داره میگیره هر کسی رو که داره ساپورت میکنه من واظع این تکنولوژی که داره میبره جلو رو دوست دارم مثلا حالا تو کانتروورسیال تو بگو من خفه نه نه آقا چرا نه این هفته چیز گردیه چند تا محصول جدید آره. کرد و خیلی چماهی بود همه یعنی... کسایی که حالا ایلان ماسک کاراشو دنبال میکنن پیگیرش بودن خب منم پیگیر بودم بله بعد به بعد... بله. آه... شما سرمایه‌دار هست تیم شکل بله سهام داره تاکسی شو خب من انتظار انتظارم بود که معرفی بکنه همه دنبال هم بودن و اینا وسط برنامه روبو ون هم معرفی آره. کرد همه کرکو پرشون ریخت آره. بعد خب من خیلی حال میکنم با پروداکت هایی که میده ولی الان مخصوصا الان که دیگه طرفدار ترامپ و نظرات خودشو داره میگه حالا من با نظراتش با همه نظراتش موافق نیستم ولی همه مثلا با اکثر کسایی که حتی ماشین تسلا هم دارن و اینا اینطوری که میگن نه ما ماشین بعدی رو دیگه تسلا نمیگیریم چرا؟, چون که مثلا نظراتشون با نظرات ایلا ماسک مطابقت نداره یا موافقش نیستن و اینا ولی خب من خیلی حالا الزاما اینطوری فکر نمی کنم چون از اونور مثلا من داشتم با یکی صحبت میکردم گفتم حالا تو مثلا بری بنز بی ام و. تو نظری رو نمیدونی, شی نمیدونی شی هست آره. این تنها اه اه <applause> صاحب COS. کمپانیه که داره میاد انقدر مثلا اوریان صحبت میکنه نظراتش رو میگه آره. خیلی هم حالا شاید درست نباشه پلیتیکلی درست نباشه شاید میتونست خیلی بیشتر درآمد داشته باشه طرفدار همه می یا کسی نظراتش نمیدونست ولی گفتم الزاما که ما بخوام از اون پروداکت استفاده بکنیم نمیدونم شاید هم یه نوعی داریم ساپورتش میکنیم ولی این همون برمیگرده به قضیه یادت در تتلو صحبت کردیم گفتم پروداکتش و خود طرفو یه جورایی همینه دیگه ولی اینم میفهمم من کلا اینکه که اپ پروداکت ولی اخی ماشینش بده نه ماشینش تکنولوژیش بده نه تکنولوژیش که اصلا دیگه کی میتونه بگه اصلا هیچ کس نمیگه تکنولوژیش بده نه خب نه خب میگم کسی فنی این آدم صحبت نمیکنه ایراداتی کس حالا بعد میتونیم راجعش صحبت کنیم آره به فنیش بو... نیست فن... آدم استثنائیه هست. با قبلا هم راجعش صحبت کرد نه ولی تو تصمیم گیری یه ماشینه حالا نسبتا کمتر خوبو بگیری واسه اینکه اعتقاداتت با اعتقادات چیزه نمیخوا. بعضی ها خوب چیز نمیخواد بعضیا خب ولی اعتقادات اونورم نمیدونی چیه هم اونم نمیدونی. یعنی همیدونی. اونم همیدونی. یه ویگنسی نمیدونی. وجود تو... داره تو اصلا شاید هم بدتر از اینه این فرقش اینه که این اعتقاداتشو رو اعمال میکنه اونوریه تو اصلا خبر نداری مثلا تو اینو گفتی من کسی میشناسم که دوستان آفر داشت از تسلا به خاطر همین موضوع نرفت مثلا چون با این آدم اوکی اون میخواد بره داره. واسه تسلا کار بکنه ولی من که اندیوزرم نه اصلا آره بستگی به خودت داره ولی و دیدی واکنش بازار ولی منفی بود خیلی به بسید. این این دوتا محصول ولی برمیگرده من مطمئنم چرا منفی بود؟ منفی بود اون بود یه لفظی رو... به کار برده بودن؟ اوبر و اینا خیلی آخه یه زدی دیگه هم هست و این حالا تو... همیشه همین طور بوده حالا تو هی بیا یک معرفی من... کنی ولی نباشه توی مثلا اون روتس دراره که معرفی کرد انسال پیش فرستاد فضا داشت میچرخید نمیدونم چه این کو این چی شد ملت داون پیمنت مثلا 200 هزار دلاری دادن بابتش ولی خب هنوز نگرفتنش یا مثلا یه کامیون هم؟ معرفی کرد چند وقت پیش آره دیروز دیروز بود یا پیروز بود فکر کنم ببخشید پیروز دی بود یا یا پیورلیتور بود اینا دارن دو هفته بوده داشتن اگه پیورلیتور من نه <تصفح> 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 من متنفرم از پیورلیتور واقعا بدترین اینم نظر شخصی من <applause> <من مهمارم>. <تصفيق> <تصفيق> بدترین شرکت پستی دنیا پیرلیت خیلی خینگ ببین اصلا خنگی کاری ندارم اصلا واقعا بدن یعنی طرف واقعا ب... ای کار تو دوست نری انجام نده دیگه برو یه کار دیگه انجام بده آره. هفته پیش ایمیل اومد که ما اومدیم نبودید ایم... چیز گذاشتیم نه یا نیستیم از این فرگار <applause> <applause> گذاشتیم نیم ساعت بعدش اومد سورپرایزت کرد مادر خیلی جایز بود پیدام تو حرف چندیم این چیزی که راجع اوبر گفت حالا همین ماشینایی که فرهاد الان راجعش صحبت کرد اینجوری که خودش میرونه بعد مثلا تو فرسمون صبح میری باش سر کار ماشین ول میکنی میره پول در میاره براتون باید بعد به این فکر خب الان خیلی از طریق اوبر دارن زندگی میکنن دیگه طرف مثلا برای اوبر رانندگی میکنه حالا هر چی این بخواد همه ای اونا رو ریپلیس کنه شاید هنوز دنیا آماده این موضوع نباشه نمیگم حالا یه شبه تو همه دنیا پیاده میشه ولی باید ببین شغل جایگزین برای اونا باشه دیگه این داستان اقتصادی داره ببین تو تا کجا میتونی فکر همه رو بکنی میگم یعنی من که نمیتونم ولی دولت باید بکنن دولت باید بکنن با با چون... این مثلا از اون طرف داشت میگفتش که این لانگ ترم مثلا محیط کمک آره. پارکینگ رو کمتر میکنه اینا و به قول تو هم چون یک شب این اتفاق نمیفته شاید مدت مدت که به اون سمت میره ولی ده حالا ده این چیزی که راجب به ترامپ گفتی ببین من چند وقت پیش یه ویدیوی تحلیلی دیدم یه یوتیوبر هست من خیلی چیز میکنم اگه شنکنم جانی هریس اگه خیلی آدم چیزیه خودش روزنامه نگاری خبرنگار خبر نگار بوده بعد الان ولی خودش کار میکنه ویدیوهای ویو بالا و تحقیقی درست یعنی کلی مطالعه میکنه اینا یه چیزی راج به ایلان ماسک ساخته بود من خیلی خوشم اومد که این اومد از بچگی اینو مرور میکرد حالا برید حتما خودتون ببینید اگه دوست داشتید که این توی مثلا در مدرسه و اینا همیشه بولی میشده چون آدم خاصی بوده آیتوش مثل آدم معمولی نبوده همیشه اینو بولی میکردن بعد بابای هم مثلا با این بدرفتاری میکرده خلاصه این یه جاهایی این زخما رو خورده بعد از همون سن کم یه اولین کارش یه بازی مینویسه فلا مجله میخره پول درمیاره همجور خیلی زود پولدار میشه و اینوست میکنه و آدم استثنایی از لحاظ تکنیکال بعد این داشت صحبت میکرد تا قبل اینکه این بیاد تویتر رو بخره تمام کارهایی که کرده بود در واقع همراستای اون شعاری بود که میداد می که میخواست مثلا به انسانها کمک کنه و اینا بعد اومد تویتر رو خرید با این ادعا که آزادی بیان رو گرفته و داره سانسور میکنه خب یعنی دولت تویتر, تویتر آزادی آره. بیان گرفته رو سانسور لفظ این بود که دموکرات ها از توییتر استفاده میکنن برای سانسور عقایه که بعد یه سری تحقیق توی همین ویدیو ازش صحبت میکنه یه پیپری منتشر شده که اتفاقا استفاده ای که کانزروتیوا کردن از توییتر برای سانسور به مراتب بیشتر از چیز بوده بعد از وقت این اومده اینو گرفته تویتر رو گرفته باز این عدده رفته بالا یعنی این با این تبلیغ که من میخوام آزادی بیان بیارم اومده تویتر رو گرفته ولی اتفاق برعکس افتاده همچنان مثلا مثال میزنه ترکیه وقتی شلوغی اینا شده کامل از تویتر استفاده کردن که اخبار زده حکومت و دولت فعلیشون رو کامل سانسور کنن م. و دوباره یه سری بحث از راجب اکانت هایی که قبلا بسته شده بوده الان داره باز, باز آره همه اینا رو داره باز میکنه الکس فکر کنم باز کرد آره حالا اسم میبره بعد از این دست کارا دیگه و این حرفش این بود که آقا مثلا تو تا زمانی که توی تک و اینا بودی یه آدم خیلی جاه طلب رویا پردازی بودی که کارهایی انجام دادی که انسان عادی انجام ندادن اصلا شکی تو این نیست <applause> ولی وقتی وارد سیاست شدی و وقتی مثلا تناقض داره حرفت با کاری که داری میکنی و بعد این رفتارا جاش تو سیاست نیست رفتار این مدل یهویی مثلا نظرسنجی میذاره آقا مثلا فلانی رو آنبلاک بکنی می اینا آره خیلی چیز خیلی رو بازی میکنه. نه خیلی آره یعنی به سیاست نمیخوره اینجور رفتارا آره بعد تو مثلا آه. با آدمای های نز... که از نزدیک باش کار کردن و اون مثلا فرهنگی که وارد تویتر کرد و اینا خیلی آه... انسانی نیست ظاهرا حالا حرف اینه دیگه یعنی گفتی از آره. تک و اینا کاری که میکنه بدون شک هر انسانی نمیتونه انجامش بده آدم ها استثنائیه ولی خب باید ببینی تو قدرتی که داری ازش چه استفاده میکنی و این حالا خیلی به نظر من ظریف این ویدیو داشت اینا رو به هم وصل میکرد که آقا این توی بچگی بولی شده قدرت نداشته با اون مقابله کنه الان به قدرتمندترین آدم دنیا حالا اگه پول رو مساوی قدرت بگیریم ممکنه به خاطر این زخمه از این قدرت داره استفاده نامحدود اینو به صورت زمینی و خیلی ظریف داشت اینو به تو منتقل میکرد ولی حالا هم پول داره هم یه جورایی اینفلوئنس هم داره دیگه داره دوست رو وقتی داری دیگه. دیگه همه چی من مشکل اینه که موقعی که یه نفر خودش رو میذاره توی دیسپلی یعنی این این ایلاماس این رو خواست که مثلا ببیننش حرفاش رو بزنه رو توییتر باشه مصاحبه میکنه مثلا تو یوتیوب چندهای مختلف رفته میدونی هیز اوت در قدرتش هم داره آره آدم ها خیلی شروع میکنن سریع اینو کردن ولی من مطمئنم صدها هزار آدم دیگه هستن که اینفلوئنس خیلی شاید آره هزار نه ولی آدم های بیشتری هستن که اینفلوئنس بیشتری دارن و مخربترن ولی فقط به خاطر اینکه خیلی توی شادو هستن و توی مثلا تاریکی هستن هیچ کس اونشون صحبت نمیکنه یعنی اون کسی هم که داره یه کار خوبی رو هم در کنارش انجام میده یه جوری میزننش که به نظر من شاید میتونه درست نباشه یعنی از اینش من بعضی موقع ناراحت میشم که یه نفر که آره حالا درست اومده حرفش رو زده داره کار کارهای دیگه هم داره انجام میده هر چه مثبت چه منفی م. ولی خودش رو تصمیم گرفته که بیاد اونجا باشه و این شجاعتی داره این رو باید یه ذره آدمان نسبت بهش لطوفتی به خرج بدن لطوفت؟ لطافت, لطافت. هم این ولی خب اطوفت اون یه زدیگه است ولی خب اینی هم که کارو میگه اونم سرجاشه دیگه اگه مثلا بخواد من اونر بدی باشه منیجر بدی باشه اون بده دیگه حالا آره. کارهای دیگه میکنی یا بیای مثلا یلخی بگی آره حالا مثلا اینا اینو انتخاب کنیم یا اینو آن بلاکش بکنیم اینا شاید فکر کنم اصلا بهترین تفسیر خودش از خودش داشت یه, یه جای تو همه ویدیوهای میگه صحبت میکنه میگه که آقا شما فکر میکردی مثلا یه زمان ماشین برقی بیاد یاتون باشه مثلا ماشین برقی که میزن سرعتش ماکس 40 کیلومتر بود نیم ساعت هم تسل. کار میکنه آره. این یه هم اصلا تسلا رو زد دنیا عوض شد یا نمیدونم موشک بره تهش برگرد میگفت تمام این کارا شما فکر میکردید انجام بشه شما فکر میکنید یه آدم معمولی میتونه این کارا رو انجام بده م. من آدم معمولی نیستم از من انتظار رفتار معمولی هم نداشت این بهترین تعریف به نظر خودش از خودش کرده فقط نکته اینه که مشکل آمریکا دیگه آمریکا چون هیچ چیزی سخت نداره تهم نداره شما از بالا میتونی پولدارترین آدم دنیا بشی از پایین میتونی بدبخت ترین بشی خب چون هیچ نظارتی تو هیچ ورش نیست این آدم انقدر میتونه قدرت بگیره که مغزای آدمای دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار بده و به نظرم مشکل اینه یعنی باید یه محدود یه محدودیتی باشه رو اینکه تو چقدر میتونی قدرت بگیری نه باید تو نام. به صورت نامحدود بتونی پول دارشی و بقیه رو بولی کنی به هر دلیلی بولی نیست نمیدونم اون ببین اون همون میشه اون فاین لاینه دیگه که تو اق... کی چقدر میخوان میخوا. آره کی میخواد تعیین کنه که تو چقدر میتونی پولدار بشی اه... <applause> نیری آدم آلا الان به نتیجه برسیم. من نظر شخصی که نباید از یه حدی بیشتر هیچ انسانی بتونه چیز بشه چون ضررش به چهار نفر دیگه میخواد نظر شخصی دیگه بعدا م. اینجا نمیتونیم ما به نتیجه برسیم ولی به صورت کلی دوستش برای. نداری ایران ماسکو یادتون باشه من تو اینجا اومدم تعریف کردم خیلی وقت پیش ازش ولی بعدش و بعد... اون موقع که میزبان بودی الان که به صورت مهمان <applause> بعد, <applause> <بودی. تصفيق> بعد که توییت کارهای توییتر رو کرد و الان هم مثلا کارهایی که بعدش آمپو اینا میکنه اون اون مدل رفتار رو ما اصلا نیستم شخصی دیگه نمیتونم تا... شو همون. شو خیلی الان داره تو رفتارش شو آمریکا همه شو همه چیز شو نه خب قبلا همونطور که میگی قبلا اصلا اینطوری نبود ولی الان از بعد توییتر خیلی خیلی شو داره آره من نیستم حالا حالا ببینیم چی میشه دیگه که ان که الان استپ بعدیشون چیه توی اسپیس اکس اینا فکر کنم تا یه چند وقت دیگه آدم میرسن آدم دیگه گفت میخوام برم آره. دوباره مثل اینکه یکبار. یک بار آره کالونایز میکنن کجا رو آره. میخواد آره. کالونایز کنه از, از ماش... ماش... میخواد اما ماه میخواد شروع کنه فکر ما خیلی خیاره مرخ دیگه. مرخ. چیه چون میدونید اه... مراحل پیشرفت سیویلیزیشن تمدن ها اینه که اول تو تمام انرژی سیاره خودتو کنترل میکنی بعد میری منظومه خودت بعد مثلا میرسی به کهکشان خودت بله اون که به ما قد نمیده نه قطعا که به ما قد نمیده ولی این فکر کنم تون ساعت میره حتی اینم حواستون باشه خود ایلان ماسک گفته احتمال اینکه ما توی شبیه سازی باشیم خیلی بیشتر از اینه که زندگی واقعی بکنیم حواستون باشه عجب, عجب. عجب. اگه هستیم بگید خدا ما اینقدر تلاش نکنیم من شل کنیم یه موقعی بفهم من گفتم روی برد خونه سه تا موضوع نوشتم بله. این یکیش مستقیمی ولی من میخوام به این سمت برم که خیلی احتمالش هست که واقعی نیستیم من, میرسه. من یه تئوری دارم من یه تئوری دارم میتونم اینو ثابت کنم حالا نمیتونم ثابت کنم چیز خب. <تصفح> <تصفح> گلیچ پیدا کرد آره گلیچش اینه من به رسیدم که هر سطح زندگی تو اون کشوری که هستی بالاتر باشه صدای رد و برق پایینتر رد و برق تو ایران شنیده بودی چه صدایی میده تکی... اینجا رد و برقش یه دونه صدا میده اینجا رو سایلنت بیا بریم تورنتو رد و برق میزنه کیفیت پایینه گفتی کشور جای گفتم محل زندگی ببین رد و برق میزنه تو پایان رفعت و درجا بیت میکنی واقعا میگی داد واقعا من سه برابر پایان رفعت میدم تو ونکوور واقعا اصلا عجیبه من خیلی دوست دارم خیلی مدل هوای آقا اینجا معتدل اونجا وحشی من ازم هر چی کیفیت صدا <تصم> کیفیت زندگی بالاتر باشه این روس میوت تره کیفیت زندگی خودت یا به صورت جمعی محله کی داری زندگی میکنی جایی که داری زندگی میکنی شاید مثلا بریم سوری شاید مثلا صداش خیلی زیاد باشه به خاطر همین دیگه واسه همین دارم میگم تو, تو تو دا کدوم دا 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 دا. محله شنیدی متوجه چی میگم؟ یانگ <تصح> نه اوکی اینو گفتی این اصلا تو میز شیشه میومد پایین یعنی اصلا خیلی عجیب قریب بود نمیشد شب خوابید اینجا میزنه آسمون روشن میشه هیچی نمیشه نه اصلا انگار نه انگار ولی یه سریا شنیده بودن بود اصلا رد و برقی آقا چه صدای رد و برقی منم نشنه منم نشینه رد چه برقی عزیزم اینا رو گفت یاد سمنان افتادم میگن سمنان وجود نداره داره. ولی من رفتم سمنان <تصفح> من تو دانشگاه سمنان عکس دارم <تصفح> یعنی مود شده میگن سمنان وجود نداره واقعا وجود نداره مثلا <تصفح> ال... میزنه میگه تو حالو شده کسی بیاد بگه من از سمنانم یه تئوری توتم کوروش اه... علیه من داره <تصفح> که من استرالیا نبودم تا حالا <تصفح> میگه یه عکس از تو نیست میگه 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 من نمیدونم تو هر موقع میگی میگی رفتم استرالیا یه عکس <تصفح> از تو <تصفح> نیست استرالیا قشنگ به ما بابا عکس اصلا بحث و باز کنی آره ولی چیزمو بهش ترانسکریپت نمره هم بهش نشون, نشون دادم از اون که کاری دادیم. نداره ترانسکریپت درست کردن خیلی دادش راحته آره دیگه من تجزیه که تمه دستم بود نه ولی راحت یه عکس اینم یه منم موافقم منم ندیدم عکس از خودت اگه... عکس از کوالا اینا نشون دادی ولی خودت توش خودم که نبوده دادشم باش. آقا اون ایمان اومده یعنی من شاهد زنده دارم اونم نه آقا من با ابی عکس دارم الان ایمان اینجا هست سهیل هم اومد دیگه میگم همه اینا استرالیا بیان الان اینجا هیچکی از اون آدمایی که ایبی ابی اینجاست ولی واقعا بیاین استرالیا خیلی دارم اصلا پروازو نیستم تو نمیخوابی تو پرواز نه نه داداش یعنی چرا در یه حدی من خیلی عجیب موقع تیک رو میخوابم فان ترین بخشش رو آره ولی بعد که میره اون بالا که بورینگه همه رو بیدارم اینجوری بورینگ هم میتونه نباشه من خیلی دوست من حال بخونم. خیلی حال میده حال من آخه میدونی من... من, مشکل تو تو سکوت میخوابی دارم. تو تو آره. سکوت میخوابی تو خونه بله و من به خاطر که بعد یه وایت نویزی باشه اون صدای انجینه واقعا مثل لالایی میمونه برا من خوبه. اون وره ای که میده ببین جا تو اذیت نمیشی داش 88 کیلو تو اون صندلیه مگه اینکه شما بزنس سفر نه نه ده. خیلی اذیت میشه من بدترین پروازی که رفتم مال فلر ایر بود از مکزیک آ اونا عالیه درست اون, که دیگه چیزی اون روز فتح ببین واقعا صاف یعنی این من خوب خیلی دوست من هواپیما خیلی دوست دارم مثلا کلا سفر هوایی رو من خیلی دوست دارم چه از پروسه تو فرودگاه بودنه اصلا کلا جذاب برام من متنفر شدم یعنی اینطوری بودم که فقط بعد پنج ساعت فقط پروازش اونطوری بودم که تو رو قرآن بشین یعنی دیگه اصلا حسینم که هودیشو برعکس پوشیده بود اینه کشیده بود سرش یعنی <applause> صورتش هم نمیدیدی اون که خوابید اون که توی هر شرایطی میخواد اونا میبرن اونایی که تو شرایط سخت میخوان برندن واقعاً, واقعا من بعضی موقع بهش قبطه میخورم و بهشم گفتم عصبی میکنه اینایی که میتونن دکمه رو بزنن و خودشون قطع کنن خیلی خوب خیلی جاره و خسته کنی تو همه چیزم این یعنی توی مثلا ورزش هم که میکنی با خواب تو خواب رشد میکنید خیلی خیلی مریضی که داری توی یه خواب, خواب شفا پیدا چهل تو... سالشه داره تو ساعت اول بسکتبال بازی میکنه چرا میگن دوازده ساعت تو روز میخوابه وا اینو داشتم به فراد میگفتم من دو شب نتونستم بخوابم مثلا شیشه صبح خوابیدم هشت بیدار شدم رفتم سر کار دو شب اینطوری بودم و اینا شب سوم رژیمت هم داشتی روش آره شب سوم اومدم خونه دوازده رفتم تو تخت و نه و نیم صبح فرداش انقدر حالا برای این تو بودم که بابا با شما چقدر حال میکنید چقدر فان خوابیدم اصلا موقعی که بودن شدم قشنگ انرژی داشتم قشنگ تو بودم که به روز خوبی خوش اخلاق بیدار همون شدم همون کارایی که روز قبلا میکنی اون لحظه میکنی, اون لحظه میکنی؟ این با چه کیفیت آره اصلا کلا همه چیز عوض میشه خیلی مهمه خیلی مهمه من حالا جوان که بودم فکر میکردم که اصلا مهم نیستی آدم مثل بیدار میشه دیگه هر چقدر خوابیدی خوابیدی دیگه ولی الان میفهم که نه با مهمه باید مثلا داریم پیر 6 8 ساعته باید داشته با باشی آره. پیر میشیم علایقمون داره به نظرم مچورتر میشه من دیگه فرد. نه جای شلوغ دوست دارم برم من خ... تو خونه آفت. خیلی راحتم یه محدوده یه خاص صورت. من تو خونه خودم خیلی رو بعد مثلا اینو با بقیه صحبت میکنیم مثلا چرا یه نفر رو بیرون میبینیم میگه آره مثلا چندین سال ندیدم میگم من همش خونم یعنی من یا خونم یا تو استودیوم هیچ جای دیگه نمیرم مگه اینکه مثلا وسط برم یه نهار بخورم دوره برگردم یه استوری یا خونه اصلا نه دوست دارم برم جای شلوغ نه دوست دارم مهمونی برم نه دوست آدم اصلا. جدید آدم جدیدم که اصلا نمیخوام بشناسم نه اینکه نمیخوام بشناسم اما سخت یه افورتی میخواد شناختن آدم جدید انرژی بذاری انرژی میخواد یا اینکه اصلا ده مهم باشه که این زشته به نظر من اگه طرف مهم که دیگه اصلا برای چی داری میشناسیش یا اینکه میدونی شناختنش شما هم خیلی دوست دارم اصلا آدم جدید بشه ولی نگه داشتنش انرژی اصلا اون با. نمیتونم آره بعدم الان اصلا اون سخته آدما نه نمیدونم این بس بچه ها. نه میخوام اینو یعنی من با شاید. کسایی که اطراف من الان با تمام دوستام هپی ام با خانوادم هپی ام هیچ کسو نمیخوام ریپلیس کنم همینی که هستو میخوام نگه دارم بعدم حالا یه سری فیلتر رو, تو، تو س... رو رد کردن تو س... توی مثلا دیده بعضیا خیلی لایف ستایل من لونلیه ها یعنی چه تو مثلا پنج نفر بیشتر نمیشناسی مثلا با اینا بیشتر این یاد یاد نمی کنم مثلا نمیخوام مهمیست. آقا همینی که از من تنها برنده با... توی. من میتونم یک لفظ کوچیک از آقای مارکوس آرلیوس بگم در آرلیوس بگو زندگی. آره. این میگه که بعضیا میگن که ما میریم کنار آب آروم شیم ما میریم جنگل ما میریم کوه آروم شیم این میگه شما تا وقتی خودتون رو دارید و میتونید به درون خودتون برید چه نیازی به اینا هست بری میگه <applause> می اصلا تو از خودت که نمیتونی فرار کنی این درون شما ناآروم باشه برو بهترین جای دنیا کجاست برو موناکو مثلا هتل خفه اونجا هم آروم نمیشه این باید بری به بر درون خودت آره واقعا واقعا قبول دارم این قشن. من خیلی خلاصه مثلا اگر که من نمیخواد ایمانو ببینید بیاید خونه نه من فقط خونم خدا وکیلی خونه در خدمت <متنق> نه نه واقعا او اوقت... خیلی وقتم در خدمت نیستم همون <متنق> در درون خودم شبو میام میشینم <متنق> کنار این بنده خدا کار خودش داره میکنه مت میسه من از تعویضش میگیرم یه از تعویضش میگیرم اصلا تعویض نمیگیرم نمی خودم هم میکنه می می روزی یه بار ریجکشن هم اینجا دارم میگیرم دیگه نیازی به چیزی ندارم آره خلاص <تصحب> 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 ما از همینا تاثیر سنه ما اینو 100 درصد خیلی درصد یه صحبت دیگه هم با فراد داشتیم اون روز و تاثیر و اینکه انرژی هم کم مینی آدم آه. آدم فکر می‌کنه که انرژیشو کجا هزینه کنه دیگه یه انرژی محدودی داری به عنوان یک انسان توی انرژی و زمان و اعصاب محدودی داری اینا رو باید جایی بذاری که یه چی میگن یه بازگشتی داشته باشه دیگه حالا چه مالیه چه احساسیه چه روانیه اون بازگشت رو خودت هم میتونی تعیین بکنی چیه حالا برای بعضیا میتونه متفاوت باشه نسبت به چیزی که من هست عجب بابا عجب اه... خوب درد دل کردیم آره خواستم بگم که این اپیزودی هایی هم که الان حالا داریم میذاریم میگم داریم میریم به پیشواز یه ذره بچه ها گرم بشن پشت میکروفون جلوی دوربین سختتر از اون چیزی که به نظر میاد موقعی که میشه آره او کار نمی روغن نیاز داشت آره یه ذره تا یا خودمون روانشون یا تاثیر فرزاده خیلی از شما شکایت کردن چرا کارو میاد فرض ساکت میشه اینو بین خودتون باید برید اینو باید برید من خودتون حل کنم خوردین آقا من خیلی بیدارم اینجوری الان این شب کنکور <applause> چرا جواب کنکور الان داره میاد شما در جریانی دیروز اینا فکر با, با اومد با هفته چرا... پیش خودکست و کومان جواب کنکور با هم چرا این نه. چه کن... یکی توضیح بده مگه قدیم عرشد منشدی برا... چیزی شاید م... فکر کن. نه کنبان. با قدیم برای ما... ما تیر کنکور دادیم مرداد اومد شهری برم که رفتیم سر کلاس مهر واسه عواصت مهر آلا آ... اباخر آخر... روبه اول مر... ایس... آبانی وای واقعا داری میگی هیچی هم دقیق نمیدونیم نزدیک های اول آبان الان سیزده بیست و دومه مهر فرشم یک شنبه بیست و مهر نکره تا از رو کجا دیدی؟ از رو موبایلم من از رو موبایلم دور بود ولی آره آه اینو می‌خواستم بگم داشتم اینو میگفتم برد. که ما داریم سعی میکنیم یه ذره روان‌تر بشیم و احتمالاً به زودی زود فصل جدیدمون فصل دهم ده رو شروع کنیم. اینا رو به نظر شروع فصل دهم ده حساب کنیم. واقعا داری میگی آره. آخه بدون فرضا زشت دیگه شروع فصل دهم. ده داشت هفته پیش بود دیگه. بود. اون که خیلی خیار بود. اصلا اپیزود چیزی بود. ما می‌خوای کانفتی بزنیم تا فصل ده شروع نه تو رو خدا اینجا رو تازه جارو زدم لطفاً <تص> کسی لطفاً برای من مس درست نکنید ولی میتونیم یعنی شام یه تغییر ملوی حالا میگم بهت دارم صحبت میکنم تغییر ملوی توی گرافیکسمون و اینا شاید داشته باشیم برای فصل جدید ولی شما اینو دیگه خودتون این هر برداشت این پس فصل نه دیگه این دیگه تحموندهای اپیزود نه 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 که پیش بریم به پیش ده الله. هر چه فهم آه آه دیگه 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 خودش رو بفهمه هر کی خودش فهمید دیگه فهمیده استفاده بقید. اگه اجازه بدید که ببندم اپیزودو بله, طرفی بله نمونده چیزی نمیخواستیم بگین نه دیگه صحبتو رو کردیم صحبتی آه چیزی آه نقی آه نقا رو زدیم نه نق زدیم وحشی نه فقط یادشون نره میلاد جان ملاجا. نه میلاد جان زحمت نمیکشه میلاد جان سانسور نکنید <applause> اوکی دیگه الان لول بولش کنید دیگه همه چیز اوکیه میفهمم ولی خب یعنی بذاریم به احترامی نوعی بی احترامیه؟ نه دیگه میدونم همه میدونن ولی شاید یه بند خدایی برای اولین او بار با پدرشون نشه حالا ما هر کاری تو کما میکنیم همون لحظه پدر من اومد تو من این پدر چیو چی رو بومی کشم پدر زیادی دارن آره آره, ما یه بوس کردیم بابا اومدن تو همه یه دونه کورش یه نکته گفت ما تو همه اصلا نیم چی داسته آره بابا یکی میاد تو داستان میشه ما اینا رو سانسور کنیم آره یه خوجه دیگه حالا فرهاد نگفت این رو فکری گفت آره ما کردیم یه دو خرجان یه ویدیو بده بگو دو نماز بخون همه این مسائل حل میبره دمتون گرم که تا اینجا اپیزود با ما بودید اگه که بودید اگه هم نبودین که باز دمتون گم بودن ام که دارن میشنون دیگه شاید هم نبوده بود. برن به اونا که نبودن اطلاع بدین دمتون گم مرسی که تا اینجا اپیزود رو بودید ما سعی میکنیم هفته دیگه هم اپیزودمون رو داشته باشیم دیگه برنامه من اینه برنامه که برنبه. جمعه ها بیایم شد دمتون گم فعلا خدافظ خدافظ <تص>